او جگری اختلافات میان سیاسیون کشور روی مذاکرات صلح با گروه طالبان. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد. آقای عبدالله عبدالله امروز در اعلامیه گفت که ما در تیم ثبات و همگرایی نه در سطح احزاب و شخصیت های سیاسی مشمول این تکت و نه در سطح حکومت تا این مرحله طرف مشورت برای برگزاری چنین نشست نبوده ایم و در عین حال دلیل منطقی برای برگزاری نشست نمیدانیم. در این حال اختلاف های در شورای رهبری مصالحه ملی بر سر تشکیل هیئت مذاکره کننده نیز اوج گرفته است. محمد عمر داوودزی سخنگوی شورای مصالحه روز گذشته در یک نشست خبری وجود اختلافات میان اعضای این کمیته این نشست را تایید کرد. سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما آقایان اسدالله ولولجی تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی، آقای جمال الدین بدر والی پیشین نورستان و همچنان آقای عنایت الله حفیظ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای ولولجی، در تازه ترین مورد آقای عبدالله عبدالله جرگه مشورتی صلح را قرار است که به تاریخ 9 ثور برگزار شود تحریم کرد و دیروز ما شاهد اختلافات در شورای مصالحه ملی هم بودیم. اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا بکنه به این باور هستین که ما به صلح برسیم و یا هم مذاکرات موفق به گروه طالبان داشته باشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مشکل از وقت در دولت ما وجود داشته، این نیست که دفتن تبارز یافته باشه. اختلافات دیدگاه مختلف است، از لحاظ قومیت ببینیم یعنی اقوام زیاد در افغانستان در مسائل سیاسی و اجتماعی باید سم داشته باشن که اکثرا سم میگیرن و یکی بابو این اصل رضایتی که دموکراسی میگه این باید راضی شود داشته این در قدرت شریک باشن اقوام و تمام اصناف و اخشاری که وجود داره بازو میتونه که یک دولت خوب داشته باشیم. فعلا ما چند دولت را نداریم که بتونه رضایت مردم را کسب کرده باشه یا کسب بکنه نیست و اختلافات ما شما یک مطل چی داریم و میانه که میگه قصاب اگر بسیار شد گاو آرام میمره، ولی بسیار جنای سیاسی زیاد شده دخالت در هر کار در هر تصمیمی که گرفته میشه تصاویم ملی در اینجا نظریات مختلف هست. فکر نمیکنید که برای آینده نظام افغانستان و دورنمای مذاکرات با گروه طالبان خطرات جدی را ترسیم میکنه؟ شما میبینید که نیمی از بدنه حکومت افغانستان در مخالفت با آقای غنی و اقدامات آقای غنی جرگه مشورتی صلح را تحریم میکنه و این بزرگترین زنگ خطر است برای دورنمای مذاکرات صلح با گروه طالبان. خب بله، اونا منطق هم دارن، ولی قانون اساسی وجود داره. سه رکن چهار رکن لوی جرگه قانون هم وجود داره، باید به با طرف برن. اصلا وقتی که قانون اساسی داریم ما، چرا ما با جرگه مشورتی و جرگه سنتی مراجعه بکنیم؟ چرا پشت قانون را نگیریم؟ چرا قانون را تطبیق نکنیم؟ مطابق قانون اساسی چرا عمل نکنیم؟ این خود یک چیزی جرگه مشورت صلح را که جناب آقای کرزی او را ایجاد کرده بودم و او عضوی کمیسیون از او بودم، در اوجا به هدفی که داشت آقای کرزی نرسید. وقتی که میخواست برآمدن یا ماندن قوای امریکا یا همین چیزی را که بستن قراردادی را که امضا شد که آقای اتمر را امضا کرد داره دیگه موافقت نکرد و بالاخره نتونست او را خود آقای کرده اداره بکنه به نفع خود او را استعمال بکنه. این ایر هم نمیتونه اگر بیاد دونی مزار 3000 نفر را که در جرگه میارن 5-6 میلیون دلار که در مصرف میشه در جامعه که فقر بیداد میکنه ایر چرا به خاطر رفاه مردم مصرف نشه؟ واضح مگر جناب دکتر صاحب غنی خواسته باشه که منفعت بگیرن به نفع از جرگه رای بوده. خب بسیار طول حکمت بر این است که در این مقطع به خاطر مشوره در مورد مذاکرات صلح نیاز است که با ملت افغانستان مشوره شود و شیوه انتخابات اعضای جرگه هم شبه انتخابی است آنچه که دانشهای برگزاری جرگه اعلان کرد. فکر نمیکنید که استدلال حکومت تا جای بجا هست در مورد برگزاری لای جرگه؟ ببینیم دموکراسی باشد دموکراسی نمایندگی است. وقتی که پارلمان میگیم پارلمان نماینده مردم است. چرا این حرف پارلمان نزنه؟ پارلمان انتخابی نتایج انتخابات تمام شوه و کلا به رسمیت شناخته شوه، یعنی قانونمند مشروع بیان در پارلمان میتونه نمایندگی از
مردم بکنه خودی پارلمان. خودی گفتم بازم ببینم دموکراسی نماینده است. نمی نماینده مردم است. پارلمان هر تصمیمی که پارلمان بگیره به این معنی که مردم تصمیم گرفته. چرا که نمی از مردم رای گرفتن به حساب رای مردم آمدن مشروع هستن. به این اگر متکشان خوبتر میشه از اینکه جرگه دایر کنن. ما از این جرگه یک گفه چی نیست که نوظهور باشه. از زندگی طایفوی انسان شروع از لحاظ اجتماعی تو یک به قانون رسیده. خود قانون هم به شکل خود به خود به وجود نیامده. تجارب بشری است. زندگی بشری از جرگه های طایفوی، قبیلوی، قومی بلاخره به خاطر که این قانون که حاکم شود، قانون عالی ترین مرجع است در جوامع بشری. قانون داریم دیگه، مو جرگه را چکنیم. آقای حفیظ، دیدگاه شما در پیوان به مجموع اختلافاتی که در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان مطرح است در درون حکومت افغانستان و بیرون از حکومت سیاسیون بیرون از حکومت، آیا نگرانی تان بر این نیست که در نتیجه همین اختلافات طالبان امتیازات بیشتر بگیره و ما حکومت افغانستان و مجموع ساختارهای افغانستان باخت قبول بکنه در برابر گروه طالبان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شما و جناب استاد بایوانجی و جناب والی صاحب و تمام بیننده های عزیز. اختلافات طبیعی است که تاثیر خود سر روند صلح میگذاره و همچنان طرف مقابل که طالبا باشه اینا جرحتر میشه و از این اختلافات استفاده خود میکنه. گرچند در صفوف طالبا هم اختلافاتی جدی وجود داره و اکثر کسایی که در جبهات گرم یا جنگ در افغانستان اینا فرماندهی داره، اینا اکثریتش با کسایی که در قطر اونا نمایندگی از طالبان میکنه شاید موافق نباشه و گاه گاهی هم شنیده میشه که اینا مخالفت خود نشان داده، اما اونها همی اختلافات خود تبارز نمیده. اما رقم که در میدان جنگ با 8000 10000 20000 طالب در مقابل 3-400000 نیروی افغانستان جنگ میکنه و گاه گاهی موفق میشه، ای میتونه که در عرصه صلح هم اونا گامی موثرتری را بارده. بنان اختلافات قطعی است تاثیر خود داره و بعضا اختلافات را زمینه های اختلاف وجود داره. مثلا جرگه مشورتی صلح هیچ جایگاه قانونی هم نداره، هیچ جایگاهی از این نداره. چیز لوی جرگه، عنوان لوی جرگه خب این برگرفته شده از عرف. اما زمانی که در درون حکومت افغانستان مثلا نیم از بدنه حکومت افغانستان ریاست اجرایی می مخالفت میکنه با برگزاری لوی جرگه و با تصمیم رئیس جمهور افغانستان، فکر نمیکنید که به موضع طالبان هم تا حد قوت میبخشه و در مذاکرات اما بالادستی طالبان را تثبیت میکند؟ بله، او که قطعی است. من گفتم که این تاثیر منفی خود روی موضع مردم افغانستان میگذاره. اما شورای عالی صلح جور کرده، ما چون یک چیز جور کرده، اینا هم چیزای سلقوی یک چیز را چند نفر آورده است، چند جمع کسایی را مو لیست را که تا حال دیده، اکثریت کسایی از ناست که 40 سال بدبختی افغانستان در سمی نفر آورده. اینا در صلح هم اینا نفر اول است، در جنگ هم نفر اول است، در هر کار متاسفانه در دوران بدبختی آقای کرزی هم می رقم بده اینوی 5-6-20 نفر تصمیم گرفته سر ملت افغانستان، آل هم تر میخواهی تصمیم بگیره، در این حال که بدبختی مردم افغانستان از دستین می چند تا نفر است. کل کسایی را که اونجا چیرهای را که میبینی اینا کابول یک افغانستان خراب کرده، بعد از او کابل به خاک خون یکسان کرده و امروز هم میخواهی که از همه که در مردم های صلح دوست، مردم های تأثیر گذار، مردم های وطن خود دوست داره وجود داره. آقای کرزی هم از چنبری از خلاص شده نتانیست و آل آقای غنی هم در آخرای عمر خود میخواهی که امو کسا را دوباره در جنگ و صلح افغانستان اونا را بیاره و با اونا مشوره کنه. اینا اصلا مفکوری صلح نداره، مفکوری آبادی افغانستان در سر از اینا نیست. اینا کسایی هستن که افغانستان به این بدبختی رسانده. بنان ما از آقای غنی تشکر. و از آقای عبدالله و از کسایی در حکومت است و از جامعه بین الملل و از امریکایی خواهش میکنم که دیگه شما مردم افغانستان اینا رو ترک سپاسگزارم. مردم افغانستان با از اینا خداحافظی کرده، اما شما باز هم اینا رو آوردین در سر گرده های مردم بالا میکنید. بسیار تشکر. ادامه برنامه پس از وقفی کوتاه.
با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای بدر، دیدگاه شما در پیوند به اختلافات موجود و دورنمای مذاکرات صلح و نتایج صلح چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان عزیز و اجازه جناب استاد زالولجی و افیس محترم. طبیعی است که وقتی دیدگاه مشخص نباشه، یک مینیس یک تیم از دستاوردها و از داشته ها دفاع نشوند، جانب مقابل دست بالا داشتن باشه. او طرف یک تیم است. ای که ما بپذیریم نپذیریم پشت سرش کی هاست و چقدر زور داره نداره، چطور نشد پیدا کرد، بحث های از سرش به نظر ما شما یک و نیم دهه در تلویزیون ها و در مجالس خصوصی و عام بحث کردیم، دو ما نمیپیچیم. ولی یک واقعیت است که طالبان بالاخره مینیس یک قوای خیلی متحد ارز اندام کردن، بالاخره مجبور کردن که ناتو، ایالات متحده امریکا و دیگه همیارانشان همراهشان بشینن گپ بزنن و را مینیس یک ضرورت امروز تلقی بکنن. و بدبختانه این طرف که کسایی که با ایالات متحده امریکا یا با ناتو کس متحد بودن در تعمیر بنیادی که ما شما داریم به نام دموکراسی و حکومت یکونیم ده ما شما پیمودیم، هر کس که شریک بود دو روز با همینا نمیتوانه که با هم یک جا باشن. همیشه یک اتهامات است و جنجال است و اختلافات سلیقوی است. و یک چیز خوبی که ما دیدیم این بود که در اینجا اختلاف ها سر برنامه ها نبود، سر کدام محوری نبود که اینا دیدگاه جزری یا اساسا باید دیگه متفاوت داشته باشن. فقط فلانی نفر در اینجا نیست و فلانی است. این مسائل به نظر من شاید به مردم کلان نمیزیبه و یه ممکن نیست که صحیح است که بعد اشخاص خیلی محترم باشن، موثر هم باشن، دو ما شک نداریم ما. ولی این ممکن نیست که از یک خانه یا از یک مثلا تنظیم یا یک از تیکت انتخاباتی یا یک از سمت 20 نفر بگیرن دیگر محروم کنه. اگر اون نباشه بیخی ما تحریم میکنیم. این به نظر من شاید معقول نباشه و این به نظر من شاید برای آینده میراث خوب نمیگذاریم ما که در هر چیز اختلاف داشته باشیم. ما اختلاف خواهی اصل دموکراسی است. غیر از قبرستان در هر جایی که بری اختلاف نظر وجود دارد. انسان که از زاده یا آزادی است، یا بالاخره لازم نیست که کس کس از یک کس پیروی کنه، در همه مسائل تابعدار از او باشه. ولی با وجود اختلافات، با وجود از اینکه مثلا 1 میلیارد انسان هم در یک مملکت زیر یک قانون زندگی میکنن، خیلی تنظیم ها دارن اونجا، خیلی اختلافات هم وجود داره، ولی باز هم مسلمات هم دارن مردم. ولی ما هیچ مسلمان نداریم. ما وقتی گپ میایم گفته میشه که مثلا مردم مجاهد، ملت شهید پرور و متدین و گپای خیلی کلیشه‌ای گفته میشه. غیر از یک کافر که بیخی محض باشه، اگر او استفاده نکنه اینجا جرگر ما بدیه مردم نمیکنیم ما. ولی چی اتفاق در وطن افتاده بالاخره؟ سازمان ها ما شما داریم، ما اشخاص خیلی قوی داریم ما، ولی فیصله ها را سفارتخانه میکنن، چون برنامه نیست جا. ولی جرگه هم جنجالی باشه، حکومت هم جنجالی باشه، انتخابات هم باشه، آخر کدام ارگان است، کدام عمل است، کدام یک مکانیزم است؟ نتایج این جنجال ها شما تاثیرات چه بر مذاکرات چگونه میبینین آقای بدر؟ واقعیت کشنده است، خیلی بد است. ببینید ما از اینجا که یا حکومت میره، اپوزیسیون میره، کاندیدا میره، یا هر کسی که میره، بر ما محترم هستن، ولی با دیدگاه واحد اونا باید برن. ولی طالب خسر از خود خنده دیگه، دنیا هم بالاخره میخنده. خو یک کنیم ده کمک میکنیم با جای اینکه ساخته شوه خراب شده میره، با جای اینکه قوی شوه جنگ از شهرها دور شوه، شهر نیبل کوچه تا هر جنگ رسیده. ولی این جای افغانستان مسئول نیست، این جای شهر کدام حتی مراکز عسکری خود نگاه میکنن. به حال رسیدیم ما، بازم میگه دنیا بیا از ما دفاع کنه. خوب غیر به نظر من منطق غیر معقول است، هیچ منطق نیست. همیشه بگیم دنیا ما را یعنی یک جا بشانن، تیکت آب بدن، نان آب بدن، آب بدن، بالاخره از ما دفاع هم بکنن. جرگر هم جان کری وار یک ریش سفید از غرب بیایه یا از امریکا بیایه، از اون طرف اقیانوس بیایه، جرگر بکنه که ما قبول بکنیم ما. ای خوب به نظر من در هیچ جای به نظر من معقول نیست که آدم را تحسین بکنه، تمجید بکنه، تقدیر بکنه. ولی من جرگر دکتر عبدالله تحریم کرده، خب حقش است، یک تیکت انتخاباتی است، یک سازمان از خود داره، یک جریان رهبری میکنه. ولی چند روز پیش میشد خیلی خوبتر میشد. نه اینجا مسئله تیکت انتخاباتی نیست، اینجا مسئله نیمه از بدنه حکومت، 50% حکومت وحدت ملی است. و اینجا باید با مشاوره پیش میرفت. خیلی زیاد از این بود داره. حکومت باید با مشاوره پیش میرفت. اگر دکتر سید عبدالله مخالفت میکرد، وقت میکرد، خیلی خوبتر میبود. ولی خیلی جاهای انتخابات شده، جنجال ها شده. ما شما دیدیم که بعد مساجد سر یک مردمی که خیستن جنجال کردن. خب یک دایی شرایط مجبور است که ما شما امو قدیم گراسی داشته باشیم ما. این ممکن نیست در کل افغانستان با کل مردم آزادی را میسر شود. بعض جاهاست که حکومت تسلل نداره، بعض جاهاست که تهدید خیلی بلند هستن، بعض جاهاست که حکومت نمیتوانه امکانات داشته باشه که در اونجا رسیدگی بکنن. و بالاخره این جرگه هم کدام صندوق مانده نشده که شفاف باشه خیلی زیاد. ولی امی قدر در این شرایط ممکن است. اگر نیم حکومت حالی مخالف شده
به نظر من اگر دو هفته پیش مخالف میشد شاید یک آمادگی و جنجال باید نمیشد یک و دیگه حکومت هم باید میبایست که با یا مشوره میکرد از روز اول. اگر چهار نفر بیرون میمانند از بیرون ماندن چهار نفر اگر پروسه ملی اگر مختل میشه اما چهار نفر داخل شه کدام حرج نیست به نظر من باید وام بیاین خیر. سپاس گزارم آقای ولولجی. یک مقوله خیلی عام در افغانستان مطرح است که افغان ها در میدان جنگ همیشه پیروز هستند، در میدان سیاست بازنده هستند. فکر نمی کنید که یک بار دیگر ما در میدان سیاست در حال باخت هستیم در برابر گروه طالبان؟ نه، یک چی شده برای ما شما سنت شده باخت سیاسی از اول تا باخیره هست و در جامعه که به این شکل زندگی قبیله و طایفه و هم وجود داشته باشه از همینجا برمیخیزه اختلافات و تفکر، یعنی اختلاف نظر برمیخته که حالی وجود داره و در هر جامعه اختلاف وجود دارد. اما در یک حدی باز میتونم به وقتی که منافع ملی مطرح میشه منفعت کلی مردمشون باز در وجود اختلافات دیگه جایی نداره که مانی از بدست آوردن منفعت شود. و دیگه هم یک مقوله است میگه منافع مشترک مواضع مشترک به وجود میاره. ولی در اینجا در افغانستان منافع مشترک گم شده که خود منفعت مردم است. یک گپ گم شده است که کسی میفهمن خوب سه همه گمو میفهمیم که در این استقامت اگر ما حرکت کنیم به طرف صلح میریم، به طرف آرامش، به طرف رفاه میریم، باید ما متحد باشیم. اما روابط دیجا زیاد وجود داره، روابط خارجی از تعداد زیاد وابسته هستند و کشورها و هر کشور توسط دستگاه هایی که به اونا خدمت میکنند اونا منافع خود میخواهند در افغانستان که این همین گروپ ها منافع کشورها را در اینجا میخواهند تطبیق بکنند و او را به پشت از او بروند. وقتی که اگر مطرح شد وقتی که دستگاه استخباراتی منافع بخش چی رو تامین بکنه دیگه ما از کجا میتونیم منافع ملی داشته باشیم؟ منافع ملی خب وقتی که ما با اساس ضرورت میه منافع ملی یا سلم یا توقف جنگ گپا منافع کل مردمی ماست. وقتی که جنگ شود در افغانستان یا روسیه را منفعت شد در خطر بند یا ایران یا پاکستان یا کشور دیگر یا ترکیه را تمام کشورها در اینجا علاقات خود خود دارند. پس در اینجا این موضوع مطرح است که این منفعت ملی ما ارتباط داره با منفعت منطقوی، با منفعت جهانی که در اینجا کشورهایی که بازیگر اصلی هستند اونها چی میکنند؟ آقای ولولجی در مورد لابی بر گروه طالبان و برخی موارد دیگر خب علائم خیلی مشهود وجود داره که برخی از کشورها لابی خیلی جدی بر گروه طالبان میکنه و آمریکایی ها هم خیلی بزرگ ساخت گروه طالبان ها. در نتیجه اختلافات درون حکومت و مجموع نگرانی هایی که مطرح شده چقدر میتونه که آینده طالبان شدن نظام مطرح بکنه؟ پاسخ شما را پس از یک وقفه کوتاه میگیریم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید آقای ولولجی. امی خود امی حرف خوب نیستم. ایالات متحده مذاکره کردن. این نتیجه مذاکره چی شد؟ نتیجه مذاکره گپ شد که آقای خلیلزاد مذاکره کننده ایالات متحده گفت این عمل تروریستی را که انجام میدن یا تصمیمی را که طالبان گرفتن به خاطر جنگ هم قطر گفت از اینا یا پاکستان کشور را که حمایت میکنن این را تقبیه بکنن و از ملت و مردم افغانستان هم تقاضا کرد که را تقبیه بکنیم. پس در نتیجه طالبان شدن کجا رفت؟ و اینا ببین از ما اول که اینا را کلان ساختن شما میگین و از اینا حتی طوری برخورد کرده امریکا که آقای خلیلزاد یا دیگه تنها آقای خلیلزاد خونه بوده کیم در جا مذاکره میکرد که طالبان باید در جا توریزم جا پیدا نکنه و توریزم در جا صادر نشه و این طالب ها فکر کرد خیلی دولت ماست این دیگه باید بر رسمیت شناخته شدیم. وقتی که این گپ یک ذره خودخواهی و گپایشون این خواهشاتشون بلند رفت این موضوع گیری نظامی از اینا وقتی که تو با امریکا جنگ چه صلح میکنی بری در بگروب چی سه نفر امریکایی رو میکشی سربازای عسکر
یا اینکه پس دست به جنگ میزنیم. در اینجا فعلا طالب ها باخته از لحاظ سیاسی، فعلا دیگه تمام جناهایی را که شما میبینین ولی موضع‌گیریشون ضد طالب هاست. فعلا اتحاد اروپا به هر شکل، امریکا فعلا موضع بسیار جدی داره ولی فعلا علیه طالب ها. پس باید چی برده؟ کدام جامعه از چی طرف طالب ها نمیشه؟ اینا کشورها بسیار بزرگ است، تجربه بسیار کلان دارن. اینا میتونند از هر لحاظ موقف طالب ها رو بردن، نیتشان رو درک بکنن و کسایی که اینا رو حمایت میکنن اونا چی منفعت دارن. اینا ولی اکثر پروگنده شده می موضوع سل در افغانستان. از حیطه یه چیز یک کوچکی بود فراتر رفته، ولی در اینجا روسا از می اعلان جنگ طالب روسا که میتونن دفاع بکنن؟ نمیتونن. چین نمیتونه. و چی گفته داره، چی گفته است طالب ها یاد دفاع بکنن؟ به نظر من فعلا طالب ها باختن. این حالی دولت که برنده هست در اینجا فرزن نمیگه ما دفاع میکنیم، این شعارشون شعار خوب است. این ما جنگ نمیکنیم، طالب ها اگر تعرض بکنن ما دفاع میکنیم، این اگر خوب است. این فعلا دولت برنده است از یک طرف که در مجموع بگیم به شکل عامش، اما به شکل خاصش بازی نیست. اختلافاتی که فعلا در داخل دولت وجود داره، اینی در هر تیم، هر فردی که دیگه قدرت داره یک طرح، یک پیشنهاد داره برای به خاطر منفعت خودش. یعنی اینم حلقه وصل شده نتونستن، نه پارلمانی ما شد، نه جرگه ما شد و نه هم دولتی ما حلقه تشکر. وصل نشد. تشتت فعلا جریان داره دیگه، شاید ببینیم کی میوازه. سپاسگزارم آقای حفیظ. منشی هم اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه چی است؟ واقعا شما باز هم تاکید بر این دارین که خب جرگه جنبه قانونی نداره، یک عرف اصلا نست و و و و موارد دیگر، و یا هم این اختلافات بیشتر ریشه قدرت طلبی و بیشتر ریشه از این داره که از طرف برخی از قدرت ها و کشورها سرمنشه میگیره؟ ما منشه اختلافات عبدالله و غنی را قانون نمیبینیم، به خاطر که هیچ کدامش به قانون باور نداره. اختلافات از ناروی بی است که چند نفر از تو زیاد است، از ما کم است، چرا مشوره نکردیم؟ میگه پاس. خلاصه بدبختی افغانستان از روزی که یاردو بعد از آقای کرزای اینا سر قدرت آمد شروع شد و طالبا روز بروز قدرت گرفت و در قدرت گرفتن طالبا کرزای سهم خود داشت و امروز هم در این بازی ها کرزای سهم خود داره. به یک نحوی از آنها میخواد اینمی حکومت وحدت ملی و آقای غنی و آقای عبدالله را بدنام ثابت بکنه و خود یک آدم پاک و آدم وطن دوست و ملی و کسی که میتونه در افغانستان خدمت کنه ثابت بکنه، در این حال که اینمی حکومت وحدت ملی و حکومت دوسره زاده مدیریت ناسالم آقای کرزی بود. و آقای کرزی رهبری طالبا، یک بخشی از طالبا را کرزی مدیریت میکنه. اما جنرال امریکایی در خودش نوشته کرده بود که برادر آقای کرزی سه بار از ما خواست که طالبا را حمایت کو. طالبا گم شده بود، کل طالب و در 2001 نابود شده بود. آقای کرزی اینا را تقویت کرده آورد تا یک در ختم حکومتش بود و امروز میخواد با تیکیت طالبا بازی بکنه. و طبیعی است که آقای کرزی در این اختلافات ما امریکایی ها را در داخل نمیبینم. امریکایی ها چرا؟ امریکایی ها دیوانک نیست، میایه یک حکومت را میاره، به اصلاح از یک حکومت دفاع میکنه، پول خود را میاره، تکس مردم خود جمع کرده میاره، نظامی هایش اینجا کشته میشه، بازو میره طالب بده مقابل خود استاد میکنه. این کارهایی است که آقای کرزی و امثال آقای کرزی انجام داده. بنان در این اختلافاتی که فعلا به وجود آمده هم آقای کرزی نقش اساسی داره، به خاطر از اینکه میخواد اینمی حکومت از این کنم تضعیف شود، بیاید رئیس حکومت موقت شود، رئیس قانون اساسی را تغییر بیاره و دوباره سر قدرت بشینه. بنان یکی از مشکلات افغانستان آقای کرزی و تیم آقای کرزی است. بنان این را بسیار مردم متوجه باشه و یک چیز را که همیشه بدبختانه ایده عرف شده بین مردم افغانستان، هر کاری را که خودشان انجام دادن افغانستان خارجی ها را میگن. خب امی بیشتر نقشگیری و اوجگیری قدرت نمایی آقای کرزی هم در مذاکرات صلح و بیشتر سهمش در اینجا در نتیجه ضعف زعما حکومت وحدت ملی بوده که نقش آقای کرزی به پیمان پررنگ شده کنچه که شما به نمون نقد مطرح بکنید. آقای کرزی شاید از روزی که امی حکومت به وجود آورد، خب امورم بهانیش سر امریکا انداخت. آقای کرزی کمیسیون انتخابات، رئیس های کمیسیون انتخابات، کمیشنر را کی معرفی کرده بود؟ آقای کرزی، آقای امرخیل، آقای سعادت، در امضای کی
رئیس دارنشای کمیسیون و رئیس کمیسیون این شکایت انتخاباتی شده بود. آقای کرزی اینا را آورد تا یک انتخابات پر از تقلب و انتخابات بدنام را بیرون بده و یک حکومتی دو سره ضعیفی که هر روز جنجال باشه بیرون بده تا یک زمینه دوباره تکتازی های آقای کرزی من حیث یک زعیم ملی و یک رهبر ملی آماده شود، که متاسفانه آقای کرزی این بدترین خیانت مردم افغانستان انجام داده. اگر میتونست یک انتخابات یک انتخابات شفاف سالم برگزار بکنه و کسی از درون از اون انتخابات بیای سر قدرت بشینه که او به آرای مردم آمده، خب برای آقای کرزی و برای تیم آقای کرزی خب معلوم بود که کی بر این دست و کی باز این دست، بنان ایره نخواست جنجال ایجاد کرد تا اینکه امریکایی‌ها ناچار شد. اگر دیاد شما باشه همینجا هر روز جنجال بود، یک کسی میگفت ما ارگ به زور میگیریم، دیگهش میگفت ما حکومت موازی جور میکنیم، یک شیخ چیز میگفت. این چی است؟ اونم مدیریتی غرض آلود آقای کرزی بود. ناچار شد آقای جانکری به خاطر از اینکه اینجا پول مصرف کرده بود، اینجا آبروی ایالات متحده آمریکا در این سرزمین بند بود، ناچار شد رفت حکومت وحدت ملی رو وجود آورد. بنان امروز هم که طالبان را قدرت میده و اکثریت همین تیمی که میبینی هیئت مذاکره کنندش 80% کسایی است که با کرزی ارتباط داره، میخواد یک بازی جدید دیگر به وجود بیاره و افغانستان را یک بار دیگه به سوی بحران ببره. بنان در این وطن کسی به صلح و به آرامش و به وطن دوستی فکر نمیکنه، به خاطر از اینکه یک راهی برای از اینکه دست قدرت باشه و اینان همین مملکت به دست خود بیاره از هر راه غیر مشروع تلاش خود میکنه تا اینکه ای بتونه در اینجا نقش داشته باشه. آقای کرزی جلسه مسکو کی جور کرد؟ آقای کرزی نقش اصلی و تشکر آقای حافظ سلامت باشین. حکومت افغانستان کی به این زوا برد؟ آقای کرزی نقش داشت. تشکر. این آدم ها باید جلوش گرفته شود. ما وقتی از حکومت افغانستان از دولت افغانستان حمایت خواد کردیم که اینا من حیث حکومت برخورد بکنه با کسایی که جدا از حکومت. تشکر. سپاسگزارم. آقای بدر، از یک طرف میبینید که فشار نظامی گروه طالبان در جنگ بیشتر شده، اعلان عملیات بهاری الفت، جنگ در قندوز و در دیگر نقاط افغانستان، از سوی دیگر میبینید که در مذاکرات هم طالبان خیلی زیرکانه میدرخشند و خیلی تکتیکی عمل میکنند در برابر آمریکایی ها و طرف افغانستان. از سوی دیگر ما شما بحث کردیم در مورد مجموع اختلافات که در شورای مصالحه به وجود آمده و در جرگه مشورتی. اگر وضعیت به همین گونه دوام پیدا بکنه، آینده جنگ و ثبات در افغانستان شما چی گونه پیش بینید؟ خب ثبات قائلم نیست. ثبات خب ما اگر تعریف بیاب کنیم چند نفر در مرکز حکومت باشم ثبات باشه خب شاید درست تعریف نباشه، چون افغانستان فقط نام کابل و چند شهرهای کلان نیست، کل خاک افغانستان گفته میشه، چی خورا و قصبات باشه، چی ولسوالی ها باشه، چی خانه متفرقه باشه، چی شهرهای کلان باشه، اکثر اغلب نکات افغانستان ولی برای کارمندان دولت معمول و مسئول نیست، رفت آمد شده نمیتونه بدون کاروانای نظامی، ثبات نیستی. اینکه مثلا به این شکل پیش بریم طبیعی است که به طرف زوف میریم، به طرف ثبات نمیریم، ما اونو خرابتر شده میره. و بدبختانه چند سال اول که حکومت بود، دو وقت طالبان تازه زخم خورده بودن یا از کابل فرار کرده بودن، او خوا در حال انسجام نبودن. بعد از اون که وقتی طالبان منظم جنگ آغاز کردن، بعد از او روز به روز وضعیت وخیم شده رفت، با بی‌ثباتی ساق داده شد. امی که مثلا چند نفر که اینا تقریبا یک قسم یا از دید قانون یا از حیثیت اجتماعی موثرتر از دیگرا شاید خود میشمارن یا هستن، اینا باید یک تعقل باید رای تعقل پیش خود داشته باشن، در همه مسائل که اختلاف پیدا کنن بالاخره شاید از یه مردم که اینا شاید زیاد متضرر باشن. که رنگ نظام آینده افغانستان طالبانی است یا دموکراسی است یا چی است، تو بحث‌های علاید است و مسئولشان کی است. ولی کسی که همکاره بود و بالاخره سری مسائل صدیقوی تا حد اختلاف کردن که بعد دیگه مردم راه هموار کرده باشن، باز مسئول نه هستن. هیچ کو ما شما شاید طرف ثبات نریم اگر وضعیت همین تو باشه و اختلافات تا حد جدی نیست. مثلا ما تا ندیدیم که با طالبان روی کدام میکنیم صحبت شوه، اختلاف سر چی است. مثلا کسایی بیرون از حکومت بودن همیشه داد میزنن که ما با طالب نمیشینیم و نظامش مثلا چطور است و اینا با قبگرا هستن و یا آل دست و همسایه ها هستن و هر الخواب که میدادن بدون از اینکه دعوتشان هم کس کرده باشن، آنقدر شتاف زده به مسکو رفتن که گیر کردنش مشکل بود. اگر میگفتی نرو جنجال میشد وقتا. ولی و کسی که واقعا خود علیه طالب مدعی العموم میدانست
میگه جنگ با دوش خود میگه که ما جنگا را کردیم، مقاومت کردیم و جهاد کردیم و مخالف هستیم از نگاه فکری و ایدئال. او بدون از اینکه کس وار گفته باشن طرف مسکو شتافتن، اول مجله دارن طرف دوحه برون، یک طرف شاید ایش نوید خوب باشه چون اینا شاید از عمل کردن پشیمون باشن طرف صلح میرن، ولی جانی مقابل اینا وقتی که میخوان صلح بکنن میخوان با طالب بشینن کدام مشکل ندارن، چرا با کسانی که یک و نیم دهه اینا در حکومت شریک بودن با اونا میشینن؟ سپاسگزارم. چرا نقطه اختلاف اینا پیدا میگه؟ وقفه کوتاه میگیره موقع بدر دوباره با شما برمیگردیم. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای بدر، شما گفتین که تمایل به خاطر رفتن به طرف طالبا، کسایی که یک زمان برای طالبا می جنگیدن، همین تمایل ناشی از چی است؟ و همین رفتن به طرف دوحه و یا هم به طرف مسکو بدون مشوره؟ مثلا آقای کرزی در مصاحبه خود با صدای آمریکا گفته بود که اگر حکومت حضور داشته باشه و یا هم حضور نداشته باشه مذاکرات باید پیش بره، این پروسه ملی به خاطر خاص حکومت باید متوقف نشود. یعنی یک لابی کلان برای گروه طالبان هم در داخل هم در بیرون افغانستان صورت میگیره. ببینید، نباید همه جا منفی‌گرا باشیم. رفتن همچو اشخاص طرف طالبان یا آمدن طالبان به طرف ازیا به نظر من شاید نقطه مثبت باشه. هر کس از جنگ خسته است، اینا هم بالاخره فهمیدن که بعد از اینکه ما جنگ کردیم با طالبان هم یک زمان کل دنیا امرای زو بود، بعد از او بازی طرف که آمدن کسایی که حکومت بودن کل دنیا با یا همکاری میکرد نتوانستن جنگ یک طرفه کنن. با اینا به این نقطه رسیده باشن که شاید جنگ راه حل نیست در افغانستان، نقطه خوبی است. ولی مشکلی که ما چی میبینیم، خب با کسانی که شما در یک قانون زندگی میکنید زیر چتر یک سقف یک دولت یا یک پارلمان یا یک نظام زندگی کردین، حالا دیگه چی مشکل افتاده که شما سر حیات مذاکره کننده و حیات مصالحه شما جور نمیایین؟ خیر است که آقای حفیظ نباشه، من باشم یا من باشیم، شاید آقای استاد الجی باشه، این قدر جنجال نیست که ما از تحریم بکنیم، جنجال بکنیم، به چالش بکشانیم. ما این ممکن نیست که بدون از اینکه مثلا طالب شما بیارین صلح کنین. خب صلح خوش بود قبل از بدون طالب خوش ما با هم زندگی میکردیم، خب صلح نشد دیگه. ولی یه ممکن نیست که بدون از اینکه دولت دای شریک باشه صلح بیاید. یه ممکن نیست به خاطر از اینکه یک طرفه صلح نمیشه. اگر بدون طالب صلح میشد که تا به حال جنگ نمی بود دای جو. جنگ که میکنه طالب بود، مجبور هستیم با او بشینیم صلح کنیم، به هر شکلی که است، به هر صفتی که داره، به هر مشخصاتی که داره، و طالب مجبور است که با حکومت باید بشینه جو. آیا هست یا نیست؟ بالاخره ممثل مردم افغانستان حکومت است، رئیس جمهور داره، عزل و صلاحیت نصب به دست از ایاست، صلاحیت قانونی به دست از ایست. ولی بی حکومت هم نمیشه. مثلا صحیح است آقای کرزی یک شخص محترم است، در شک نیست، ولی این ممکن نیست که بدون نماینده حکومت صلح شوه. خب وقتی که نیروهای مسلح که به دست زیر امر دولت هستن نا قبول نکنن، صلح با کی میشه؟ باز ملت به این معنی نیست که ملت، خب ببینید، از همه اخشار است، از همه مردم است، از یک فرد و از یک گروه و از یک خانه عبارت نیست، از یک تنظیم عبارت نیست. اگر تکراری میشد اینجا یک تنظیم حکومت میگه طالب میتوانست از حزب دموکراتیک خلق افغانستان تاریخ حزب جان توانست جا، یک قوم نتوانست جا، یک سنت هم نتوانست جا، پس مجبور هستیم باشم با هم بشینیم. نادیده گرفتن یا گروه طالبا یا مثلا حکومت یا حکومت گروه های خارج از دولت نادیده بگیره، به این صورت به هیچ ممکن نیست که با شما به نتیجه مردم میخواد با او برسیم. ما سپاسگزارم. آقای ولولجی، آقای بدر چیز جالب اشاره کرد، به جای از اینکه خب ما در مورد مسائل بسیار اساسی، جزئیات مذاکرات، خطوط سرخ افغانستان و مجموع امو بحث های کلانی که در مذاکرات مطرح است، بهم اختلاف با مطرح اختلافات روی آیت مذاکره کننده و یا هم سهم طرف ها چقدر است و یا هم خواست کشورهای برخ از کشورها سیاسیون چی است، تا برخ از چیزا، برخ از حرکت ها برخلاف چی صورت بگیره، فکر میکنید که دوامی وضعیت چی آینده را ترسیم میکنه برای خود می افغانستان، برای وضعیت فعلی افغانستان، برای مجموعه دستاوردهایی که در یک نیم دهه گذشته به وجود آمده؟ خب واضح است که مسیری که فعلا جنبه سیاسی تعیین کرده که با او مسیر پیش میرن مسیر تباهی است دیگه. در اینجا در این شرایط بسیار حساس، در این شرایط که باید ما تفاهم داشته باشیم، باید ما سر یک موضوع که سلسله هم به نفع مردم افغانستان و هم به نفع کشورهای منطقه است و هم به نفع همه است، صلح یک گپ خیر است. پس به حساب دایی که ما تفاهم نداشته باشیم، به این طرف نریم، به طرف جنگ و به طرف تجزیه و به طرف اختلافات حرکت کنیم، خود از یک خیانت ملی است هر کسی که بکنه. این حال دایی ما طرف پیش بدر صاحب لطف کردن طرف این منازعه معلوم است، این طرف دولت است، این طرف طالب است، دو طرف. وقتی که ما طرفین منازعه را میشناسیم،
و میفهمیم چرا بالای طالبان چرا با دولت نمیشینه تا بالای دولت به رسمیت نمیشناسه با امریکا گپ میزنه توی که و ما به نتیجه مگر جناب آقای کرزی بروان نتیجه به نتیجه برسن تطبیق چطور میشه نتیجه که به دست میارن توافق کی میکنن اخیرا به دولت مراجعه میکنن و دولت هم باید یک از خود اینیتاف نشان بده به خاطر اینکه منافع ملی به دست بیاید یعنی که نقش سازنده اجرا بکنه دولت نه اینکه به یک موضوع قرار بگیره که او طرف خرابی میره نه و هم اگه چی ما باشیم چی بعد سبا مگی افغان هستیم باید تفاهم بکنیم اول ما به صلح برسیم باز اختلافات از روی انتخابات باید چی شود اینجا حل شود نه این اختلافات در تمام کشورها هست اختلافات دیدگاه اختلافات از او به هم در تمام کشورها وجود داره و از وقت که انسان به وجود آمده با اختلافات به وجود آمده یا توافقات هم کرده به نفع خودشان پس به این ما باید حل بکنیم این اختلافات کوچک یا نزاکت هایی که در بین ما هست نباید این قدر بزرگ و وسیع را بپندانیم که با تمام یک اختلافی که در سطح منطقه خود تحت شوی از قرار بگیره این یک گفت خوب است ولی طالبا با بازم ما میگیم طالبا با اعلانی کردن جنگایی را که برای انداختن عمل تروریستی را که انجام دادن و از او دفاع کردن ایره ما کردیم اینا موضوع سیاسی خود از تخریب کرده صحیح است ما با سیاست این منافعش طالبا بیشتر شده بود از دولت کرده اما در یک گپی که پیشتر که شما گفتین در حساب نظامی میبریم و حساب سیاسی میبازیم این مرض خود طالبا را هم گرفته که اون نتانستن در اوجه یک شخصیتی که بتانه به شخص میواری هم تصمیم بگیره قانه بسازه دیار نه در ما بین طالب هاست در بین در اوجه هم اختلافات هست در بین طالب تا حد اتفاق دیدگاه و یک دیدگاه واحد دیده میشه شما دیدین که پس از اینکه از زمانی که مذاکرات شده تا کنون اختلافات بسیار شدید و یا هم مخالفت های شدید با مذاکرات گروه طالبان با ایالات متحده آمریکا تا کنون از طرف صفوف گروه طالبان در زکده به رسانه ها خب ما زیادتر شد داخل شدم در کنفرانس سال دوبای بودم در قطر و در بسیار کنفرانس ها در اوجه هم اختلاف هست ولی فرض خود ملا برادر یک عباس تانکزه خود نمیخواستی در اینجا بیا تیره بعد سپیر ابتکاره نه چرا ملا برادر بند شد و طالب هایی که یکی بندی شد کجا اعتراض کردن دولت پاکستان تقبیه کردن نه این حالی هر فعلا طالب هم در دست پاکستان هست به حسابی به هر حسابی که شما بگید یا پشت یا عربستان سعودی یا امارات یا کشورهای قطر این یا خو یک مجموعه یک از کشورهای هستن که به رسمیت شناخته بودن دولت طالبان را فعلا تشکر اینا هستن نه تنها قطر موضوعش جدا شده کردم با یک شکل سپاس دارم آقای والوجی ادامه بس پس از میان برنامه کوتاه با ادامه بس خوش آمدید آقای عفیز یک سناریوی بسیار مبهم در برابر صلح مذاکرات صلح افغانستان جریان دارد که بزرگترین پرسش ها را در بین مردم افغانستان مطرح میکنه اینکه شما ببینید که در بعضی اوقات خیلی مبهم آمریکایی ها حرکت میکنند خیلی گنگ حرکت میکنند و حتی آمریکایی ها حاضر نیستند که امی وضاحت مذاکرات برای خود کنگرس آمریکا بده چی مانده که برای حکومت افغانستان برای مردم افغانستان بده فکر نمیکنید امی مجموعه حرکت های زگزاگی که در پروسه صلح افغانستان در داخل افغانستان انجام میشه اختلافات شکل گیری اختلافات و یا هم شکل گیری اجماع ها این جزء از برنامه هایی است که تطبیق میشه و در حال تطبیق است گرچن خب ما خبر ندارم که او را تعقیب نکردیم که در ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد در سنا وزیر خارجه آمریکا به سنا آمریکا وضاحت داد یا وزیر خارجه خب شاید اینا دلایل امنیتی و استخباراتی خود داشته باشه که شاید در مطبوعات در اینا نگفته باشه اونا سیستم خودشان است اختلافاتی که داخل افغانستان است در داخل افغانستان یک چیز که جناب بدر صاحب اشاره کرد امی سیاست حذف جریان داشته در طول امی تاریخ کوشش صورت گرفته که در صلح هم باید تو نباشی در جنگ هم نباشی در قدرت هم نباشی در آرامش هم نباشی امی رقم چیا هست که اختلافات به وجود میاد ما طرح را که به جناب آقای غنی و حکومتشون و آقای عبدالله داده بودیم به این چی که تمام طرف های افغانستان مثلا قطر گفته ما میزبانی 500 نفر میتونم بکنم خوبیش همی بود که احزاب سیاسی
86 تا هست، 85 تا هست، 80 تا هست، اصلاح دموکرات هست، جهادی هست، هر کس هست. از احزاب سیاسی افراد اشخاص دعوت میکرد، از جامعه مدنی دعوت میکرد و دعوت میشد و همچنان کاندیدایی که هست، 17 کاندید هست، هر کدامش از بین این میا 18 نفر یک نفرش آخر رئیس جمهور میشد. اگر در این مذاکرات صلح در جریانش نباشه، برای زی زمینه داده نشه، فردا استاد میشه. پس برنامه صلح 6 ماه بعد انتخابات است یا 5 ماه بعد انتخابات است، باز سر گرفته میشه. اینا این هیچ ضرری به آقای غنی و آقای عبدالله و کرزی نداره، اما اینا تلاش میکنه. اون لیست ببین، کلگیش کسایی است که در دربار ازنا یا چای میاره یا او میاره یا چپنش بالا میگره در مذاکره صلح آمده. و برادر، امی افغانستان تنها دربار تو نیست. اگه دربار شما 3-4 نفر میبود که وقت آرام میشد. بنان اینجا خیلی کسای دیگه هست. من شخصا خودم، من نه کرزای نماینده خود میدانم، نه عبدالله را، نه غنی را. و ما قربانی جنگ با طالب هستیم. ما هر روز اطفال ما، جوانای ما، تحصیل کرده های ما، مردم ما، پیش روی ما تکه تکه میشه. ما آیا باز کسی میره به نمایندگی ما که طالب؟ تشکر آقای حافظ. بنان سیاستی هست در افغانستان بدبختی را آورده و اختلافات به بار آورده. ایره هر کسی که بفهمه که من اینجا حذف میشم، خود تلاش خودم میکنه، چی خودم میکنه. تو لیست ببین، لیستی که از جانب دولت افغانستان است کاملا واضح و روشن است که یک لیست سلیقه‌ای، یک لیستی هست که میخواد. وقتی تو با این لیست تو اطرافیای خودت کسی را که کرد من رئیس دولت قبول کرده، من رئیس جمهور قبول کرده، من رئیس کلان قبول کرده، تو را حذف میکنی، چطور صلح آورده میکنی؟ تشکر آقای سلامت باشین. تشکر. با توجه به سیاست های توهم با ناکامی حکومت وحدت ملی در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان، مجموع اختلافاتی که اخیرا به وجود آمده، برنامه های مبهم متحدین بین المللی افغانستان، راه حل اساسی برای مذاکرات صلح با گروه طالبان و نتایج مثبت مذاکرات برای خود حکومت افغانستان و مردم افغانستان، راه حل چیست؟ بنابراین پرسش آخر جنبندی از هر سه میمانو میپرسم. آقای بدر شما فرمایید. راه حل خوب مشکل است که به یک کلمه ما راه حل کنیم. راه حل چیست؟ توافق نظر است. باید سیاسیونی که در سر کار هستند و توافق نظر باید میکردن و باید بکنن، چون اینا پیش روی تاریخ مسئول هستند، نباید به مردم جواب مثبت باید بدن. در جای اختلافات شبیه بالاخره به نابودی میرسیم. ما یک کلمه را میخوایم اضافه کنیم، وقتی اضافه میشه در افغانستان حکومت‌های ائتلافی در طول تاریخ منازع افغانستان نتیجه مثبت نداده ایشان. ولی اینکه مثلا ما شما به خاطر مذاکره 500 نفر از قطر روان میکنیم، 200 نفر از این خودتر نیست که بزرگوارا جا بشنن، همین تیم دیگه 4 نفر خود وزیر خارجه باید بره، ولی خطوط کلی جا تعیین شوه، سر چی چیز مذاکره شوه، کدام چیزها حریم دولت افغانستان شما بوده میشه، کدام چیزها دستاوردی است که از این ما تیر نمیشیم. ما یک مسائل واضح واضح روشن اگر ایجا ترسیم شوه، بعد از او هر کسی که رفت مشکل نداره. ایگه هر کس میخواد یک تیکت بگیره به قطر بره، به نظر من غیر از پراگندگی کدام چیز دیگه بعد به بار نداره. تشکر آقای والورزی کوتاه فرمایید. ما که بعد از این فلوس کردن دیگه چند سونی و چند دقیقه نمیتونیم ما بگیم که این روی یک نظر بتیم. باز ما به شکل عام و کلیش یک گپ یا اخلاقی یا روانی هر چیزی که میگید، امی اتحاد نظر یا با وجود این یک سازش یا یک اتفاق نظر به خاطر آمدن سل که یک هدف کلی مردم افغانستان است، به این حساب که از چی را به دست میه. ولی ما 200 نفر وقتی که در قطر میره، این 200 نفر برای از لیکچر داده شوایی به شکل می گروپی اینا رو چند گروپ ساخته شده و باز بلاکره رو نزده، این چی رقم میکانیزم جلسه می 200 نفر چی تو عیار میشه، چی تو جور میشه، این خیلی مشکل است. زیادتر اینا باید گپ بدر سمه چی میگه در افغانستان توافق بکنن، برای اون قد طالبا بشینن هر دو طرف، یا اینکه جنگ میکنه اصلا نمی معلوم شده که می وضعیت معلوم شده برای مردم افغانستان معلوم شده که ما کجا میریم. تشکر آقای فیز کتاب فرمید شما. اما با نظریات دوستان موافق هستم. امی که مشوره میشه ایش مهم نیست که کی به نمایندگی میره، به شرطی که توافق شوه. ای که تو میخوای یک جناره، یک حزب، 50 سال مبارزه کرده مثلا در افغانستان، تو میخوای او رو حذف کنی و باز با مبارزه دلایل نمی کارای حذفی ادامه میده. مثلا دیگر جریانایی که جدیدن تشکیل شده در 14 سال اخیر، اینا هم حق داره. بنان این ملزم است آقای غنی و آقای عبدالله که فعلا بر رأس حکومت است،
با تمام کسایی را که میفهمد تاثیرگذار است افغانستان مشوره کنه. سپاسگزارم مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما هم تشکر بنده عزیز. تا بعد، خدا نگهدار.